نقش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. ز پندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه بجو راه جنات عدل، رهی که از عدن تا خداوند شد. این رو در ابتدای کتاب از میترا تا محمد حدود 40 و خورده سال پیش نوشتم و خرسندم که امروز همه با هم داریم راهی رو میریم که فردای ایران رو به گونه دیگری رقم میزنه. خبر خیلی خوبی که امروز براتون دارم پیروزی شما مردم ایرانه، پیروزی شما سلحشوران آریایی است. خیلی دقت کنید امروز ببینید شما چیکار کردید. شما دنیا رو به هم ریختید، یه زلزله جهانی به وجود آوردید. امروز میخوام از این زلزله جهانی براتون بگم. این زلزله جهانی رو از 2 ماه پیش شروع کردیم دقیقا کمتر یا بیشتر و میدونید که شاهزاده رضا پهلوی همونطور که من گفتم 160 تا سخنرانی و صحبت مصاحبه داشته. یکی از بچه ها من گفت آقا ما پالتاک و این مصاحبه های این وری و چیزی که ازش منتشر شده جمع کردیم. نه، تقریبا 500 تا سخن داره، یعنی 500 بار شاهزاده صحبت کرده یا در پالتاک و یا در جای دیگه با مردم و نمیدونم روی تلویزیون ها و پیام های خصوصی خود. 500 تا خیلی ها، مثلا ما 3420 تومین برنامه ماست امروز که میریم، 3420 تا برنامه تلویزیونی. حالا بگذاریم که رادیو آوا ایران هم برنامه زیاد داشتیم، اما شاهزاده عزیزم 500 تا. خب خیلی مهمه، 500 ایشون صحبت داشته تا کنون و جالبه که فقط همین آخری لرزون دنیا رو. چرا؟ این رو اخوان سالس به ما جوابشو میده، مهدی اخوان سالس میگه حرکت از آن بود که محرکی بود. خیلی از موارد و مسائلی که ما مطرح کردیم در این چند برنامه اخیر که زلزله در جهان و در نظام جمهوری اسلامی وجود آورد، صحبت هایی بود که شاهزاده قبلا هم جان داده بود ولی بهش توجه نشده بود. اون رابطه با مذاکرات مجازی با مسعود رجوی اصلاً چه بتونه بر نشون دادیم، مسلح به تظاهرات رفتن که اگر شما رو زدن شما بزنید و خیلی چیز دیگه شو شما میدونستین که گفته بود من نمیخوام شاه بشم، من جمهوری ترجیح میدم. اینا رو شنیده بودید ولی میخوام بگم اینا قبل بود ولی اصلا اون جنجال صدا رو به پا نکرده بود. این بار وقتی ما اومدیم پشت این قضیه، اینقدر این مثل توپ تو دنیا صدا کرد. خیلی مهمه، خیلی مهمه که واقعا غیر قابل تصور بود. این غیر قابل تصور بود که این گونه رژیم پوشالی ولایت فقیه رو بلرزونه. خیلی تحول به وجود آوردید لرزون، به گونه ای که اول از همه خود شخص خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار اومد ترس و وحشتش رو از شاهزاده رضا پهلوی که میخواد با مجاهدین خلق مسعود رجوی بیاد مطرح کرد. حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی سبک زندگی غربی در کشور بود. انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجع. انقلاب کبیر فرانسه بعد از حدود 12-13 سال، انقلابی که علیه پادشاهی علیه سلطنت به وجود آمده بود،
بعد از 12-13 سال مجدداً کشور فرانسه سلطنتی شد. این مسئله همه شنیدید که خودش اومد این ترس رو مطرح کرد. وقتی که من اومدم مشخصاً این دوتا رو با هم پیوند دادم، گفتم تشکیلات اصلاح شده غیر دینی شده شورای ملی مقاومت و شاهزاده رضا پهلوی با متحد بشن، همونطور که از سالها پیش شاهزاده میخواسته، اینها رو به دانجا رساند که اینا چون میدونستن منفور جهان هستن که الان دیگه دارن میرن. و بعد پشتیبانی های جهانی رو هم شما دیدید، این بار ما پشتیبانی جهانی داشتیم که هیچگاه اینو نداشتیم. همون مثال بهتون زدم که 3 تا تلویزیون مال 3 تا قدرت انگلستان، امریکا، عربستان سعودی که پشتیبانی کردن زمین قضیه و الی آخر، یعنی مجبور شدن چون دیدن که چاره دیگه ای نداره دنیا اگر صلح و آسایش و آرامش میخواد، و بویژه جنگ یمن که عربستان سعودی رو به زانو در آورده و نقش تعیین کننده عربستان سعودی در دیپلماسی جهانی داره. خب این اینا خیلی ترسیدن. از اون طرف خانم مریم رجوی که با این پروژه مخالف هست و بوده برخلاف شوهرش، ایشون هم به تکاپو افتاد و کارهای غیر قابل تصوری انجام داد. مثلا میدونید که یکی دو هفته دیگه این سالگرد جشن شهیدان اینا هست، نمیگن حالا ولی 120 هزار تا سال 60 کشته شده و بقیه رقم رو نمیدن، باید بدن توسط خمینی، لاجوردی و امیر باند رئیسی الاخر. 3-4 هفته دیگه این مراسم هست که هر سال میدونید که برگزار میکنن، حالا چند سالی که فقط روی زوم و این هاست، در پایگاه خودشون فیلم میگیرن اینا، ولی سابق در یک استادیوم ورزشی بسیار بزرگی در پاریس انجام میشد. اینها باید که نزدیک بود، ولی یه زودتر از اون دو تا مهمان بزرگ رو دعوت کردن، خانم رجوی یعنی شخص خانم مریم قاجار، که اومدن اینجا همون حرفی رو زدن که همون ترسی رو که هم مریم داره هم نظام جمهوری اسلامی داره از بازگشت نظام شهریاری و پادشاهی به ایران. این دو تا شخصیت، یکشون آقای مایکل پومپئو بود و دیگری آقای مایک پنس، هر دوتا اینها از شخصیت‌های بزرگ امنیتی و سیاسی امریکا هستند. هر دوتاشون معاون رئیس جمهور امریکا بودن، وزیر بودن، و آقای مایک پنس رئیس سازمان سیای امریکا بوده. خیلی مهمه. اینها هم یه اومدن که این شهریاری در ایران، همونطور که خود اینا شاه رو سرنگون کردن، خود اینا شاه رو کشتن، حتی دانیل ژلن هنرپیشه‌ای که فرانسوی نقش شاه رو بازی کرد به من گفت، و همه هم میدونیم خاطرات شهبوله رو که بخونید کهندیارا همین به وضوح دیده میشه که اینها هدفشون کشتن محمد رضا شاه بود که زنده نرسه به مصر و اینها. خب اینا یه بار دیگه نشون دادن که شهریاری رو برای ایران نمیخواد. شما الان میدونید مردم ایران همه شعاری که دارن میدن رضا شاه رو حد هست. من همین دو سه هفته ای که در رابطه با ائتلاف، اتحاد، همبستگی مجازی مطروحه شاهزاده با مجاهدین خلق صحبت کردم، افرادی که لوب به قضیه رو نگرفته بودن بودن چند نفر میمدن میگفتن سیاه شب است چه حرفی تو زدی، تعجب میگردن. یعنی همه بر این باورن که میگن اینا نه. خب وقتی که جریانی از تشکیلات داره، تشکیلات قوی داره، لابی داره در سطح جهانی، پول داره، قدرت بالایی داره، ولی وقتی تو مردم جایگاه نداشت بشه نمیتونی انقلاب به وجود بیاری. انقلاب باید به وجود بیاری، وگرنه کودتا باشه باید خود رژیم کودتا بکنه. کودتا شما اینا که نمیتونه برن کودتا بکنه که. خب این خیلی وحشت به استعمار نوین، جهانخواران، نظام ولایت فقیه و دیگران انداخت. و از اون طرف که اونها چه کردن، از این طرف هم شما ببینید فقط آقای مایک پنس مشاور و معاون اول رئیس جمهور بوده، وکیل مجلس سالاس، پدرش تهیدست بوده، ایشون مال ایرلند اومده اونجا رسیده، آقای پومپئو هم مال ایتالیا ایناست که رفتن اونجا چه کردن، خانواده هر دو مسیحی خیلی متعصب، مسیحی هایی که حتی اینا با سقط جنین دوتاشون اینا مخالفن
سخت جنین گردم بر امریکا مطرف. شما ببینین حرفایی که آقای رئیس سابق سازمان سیای امریکا، معاون اول رئیس جمهور امریکا سابق میزنه، شما ببینید چقدر خطرناکه برای کسانی که هوادار شهریاری برای ایران هستن. وقت شما ببینید در خارجی دخیل ببندین صبح تا شب آه و ناله و زاری بکنید. ببینید کانون‌های شورشی شما متعهد به حقوق بشر و آزادی و دموکراسی هستند برای همه مردم و یک دیدگاه برای یک ایران آزاد و امیدی و الهام بخش برای همه جهان. مریم رجوی، برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران، متضمن آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی برای همه مردم ایران که رهبرانشون رو انتخاب کنند. همون پایه هایی که بنیاد هایی که یک ایران آینده رو در واقع خواهد ساخت. رژیم تهران میخواهد دنیا رو فریب بده تا باور کنند که تظاهر کنندگان در ایران میخوان به دیکتاتوری شاه برگردند. ولی میخواهم به شما تضمین بدم ما فریب دروغ های اونها رو نمیخوریم. پس بگذارید از همه شما که اینجا هستید بپرسم تا همه دنیا بشنوند. آیا مردم ایران میخواهند یک دیکتاتور رو با دیکتاتور دیگری جایگزین کنند؟ Or do the Iranian people want to live in freedom and democracy for all the people of Iran? دموکراسی برای همه مردم ایران زندگی کنند. خب این خیلی مسئله مهم بود. یعنی ما یه زلزله انداختیم در نظام جمهوری اسلامی. زلزله تازه بازتابی که الان داشته و داره فراتر هست. شما دیدید دیگه با این زلزله‌ای که ما آفریدیم، مطرح کردم منو و صحبت‌های ما که تا این 40 سال همواره حساب شده و منطقی بوده، این یک مانور قدرتمند سیاسی بود که رژیم رو به لرزه انداخت و یک تحول جرمی بزرگی در میان خودشون به وجود آوردن. من یادم مانور خیلی مهمه، مانور نظامی دادن، مانور سیاسی دادن، مانور دیپلماسی دادن. ما یه مانوری بود دادیم، وگرنه آرزوی ماست که این اتحاد به وجود بیاد و نظام سرنگون بشه. ولی من شوربختانه بهتون بگم چه اتحادی به وجود نمیاد، چون الان دارید میبینید که تا چه حد دشمنان ایران همچنان نشستن و ما در غفلت به سر میبریم. شوربختانه ولی مانور خوبی دادیم. من کودک که بودم، یعنی نوجوان، 10-12 سال داشتم، میرفتم کاراته در مشهد. یه باشگاهی بود بالا خیابان و باشگاه بهرامی و آقای زمانی نامی بود که رئیس بود اونجا، رئیس کاراته. و به من کاراته یاد میداد و میگفت به ما که درس اولی که به ما داد، گفت ببینید در کاراته مثل رزم و جنگ دیگری پیش از این که بزنی باید فریاد بزنی، باید پیش از این که با ضربت طرف رو بترسونی بایستی با فریادت بترسونید. به خاطر همین که یا این صدای بروسلی رو دیدین، صدای اجدا در میرفت اینا، اونقا بروسلی هم خیلی مد بود. اونو ما آموختیم که اول باید فریاده رو بزنی، دعات رو بزنی که بترسه. مانور همینه. مانور تا دو تا کشور میان فکر میکنن که کسی بهشون میخواد حمله بشه، یه هم یاد مانور نظامی میده، نیروی خودش در میاره آسمان و زمین و کوچه و خیام نشون میده. ما این نیروی که اندیشه بود مطرح کردیم، اتحاد این دوتا نیرو با هم و بعد رأی مردم. و چون ما مطمئن هستیم که رأی مردم به ما و نظام شهریاری ما بیشتر و بهتر است، ما مطمئن بودیم که میبریم. ولی از اون طرف استعمار نوین هر کاری کرد که نشه. ولی ضربه ای که نظام جمهوری اسلامی ایران خود خیلی قوی بود. اول از همه شنیدیم که گفتن طایب زدن کشتن. ما برنامه خب هفته یه بار دیره خواستم همون کنم بگم که آقا نه نکشتنش، گذاشتنش کنار، یه پست دیگه بهش میدن، مثل بقیه همه سرش رو بند میکنن. 13 سال از استفاده کردن تا به مزار کنار، حتی در اون جای خداحافظی با محمد کاظمیشون حضور داره، اونجا حضور داره، یعنی هست. 13 سال به اینا خدمت کرده، از اون طرف به بیگانه هم خدمت کرده. چون اگر نفوذ جاسوسی بیگانه در حکومت ایران نباشه، یه شب هم اینا نمیذارن بمونن. که شما چقدر ساده این شما عزیزان، جامعه اطلاعاتی سپاه
در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و دفاعی و انقلاب اسلامی است و مورد غیظ و عناد دشمنان انقلاب اسلامی است. این همان گونه که این تشعشع و تلعلع در اقدامات میدرخشه، این استمرارش رو هم باید قوت ببخشیم هم سرعت. اگر نفوذ قوی نداشته باشن توی اینا که 43 سال دارن، مگه میذارن قذافی با اون قدرت رو میندازن؟ نیکولا چاوچسکو برید بخونید، با اون قدرت 100,000 نفر پای سخنرانی شدن، همون سخنرانی تبدیل به ضدش میکنن، ترتیبشو میدن. صدام حسین و همونطور، زین العابدین بن علی رو همونطور، حسنی مبارک رو همینطور، اونا رو از اون اوج کشیدن پایین در هنگامی که دیدن دیگه باید برن جاشون کسی دیگه بیاد. اما نظام ولایت فقیه کلیتی نظام با اینا بوده و از توش نفوذ دارن. اصلا نظام ولایت فقیه هم موقعی کتاب ولایت فقیه علی روح الله خمینی نوشت، همه فهمیدن که این اصل قند شکر برای استعمار. ولی چقدر روشن فکر رفتن از خمینی حمایت کردن، چون اونایی که تو باند تشکیلاتی چپ و مارکسیستا و روس و انگلیس و آمریکا بودن، چون اونایی که خر شدن. من وقتی که کتاب خمینی رو خوندم، ولایت فقیه، 16-17 سالم بود. این کتاب الان در مشهد هست. این کمیته وقتی به خونه ما حمله کرد، کتابای منو برد اون سال، همین بود. اینم توشه. خواهش می‌کنم بچه‌ها شما برید خود کمیته چی های سابق زندانبان کنی، برید نگاه کنید. همین کتاب ولایت فقیه جیبی کوچیکه. من 15-16 سالم بود وقتی این می‌خوندم، هی بهش پاورقی می‌نوشتم، فحش می‌دادم به خمینی. هنوز موقع زمان شاه بود، خمینی تو نجف بود. می‌گفتم این چه مرتکه دیکتاتور عقب افتاده، چه هی پاورقی نوشتم اینا رو. پاورقی هم هست. خب چطور میشه یهو همه آمدن گفتن آقا امام خمینی؟ همه گفتن امام خمینی. کاری کرده حتی پادشاه بیاد بگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم. شعبانو بره با آیت الله خویی صحبت میکنه که آقا خمینی رو خلاصی فلان تو این حد. ولی من یه بچه، شما چرا اون کتاب چون نخونده بود کسی، اطلاع نداشت. الان هم مهربان یاران، اگر این اتحاد صورت بگیره که شوربختانه دیر شد، دیگه اینا اومدن بازیاره کردن، میدونید رژیم مگه میتونست بمونه؟ خب حالا رئیس سازمان اطلاعات و امنیت جاسوسی و ضد جاسوسی سپاه پاسداران قدرتمند توی سالها، همه 13 سالش که نیست که دیدیم احمدی نژاد گفت من بیرونش کردم از قبل. اینا هم بعدم یه سیستم هم طائب و سعید ما میبینن، یه نفر که نیست دیگه. هیچ فکر نکن که با یه نفر رفت، سیستم هم اینا. مگه سعید امامی اسلامی رو هم نگفتن واجبی خورده ولی الان داره عشقش رو میکنه، میدونید کجا زنده است داره حالش رو میکنه؟ ها؟ این یه سیستمه که سیستم امنیتی هست. بعد توی کشورها وقتی که احزاب عوض میشه، تو آمریکا، تو اسرائیل، اینا اینجا سیستم ها باید تغییر پیدا کنه. الان آقای نفتالی بنت که مشکل داشت و آقای بنیامین نتانیاهو دوباره میخواد بیاد، این سرویس های امنیتی که برای اینا کار میکنن، افتخاراتی بنیامین نتانیاهو نصیب شده تو این سال، نفوذ داده اینا رو. حالا نفتالی بنت میخواد سود ببره، خب اینا با هم درگیری رقابتی دارن کرسی، خب نمیذاره. ولی سیستم وجود داره. شما فکر نکنید سیستم های جاسوسی کنترل ولایت فقیه و هر جورشو بخواد رب، تمام این ترورهایی که شد، بمبگذاریایی که میشد، چون شیوه اینها اینه که شیوه سعید امامی، شیوه طائب، شیوه همین شیوه اینها اینه که میگن آقا ما دست پیش بزنیم که پس نیفتیم، ما بذار بریم حرم امام رضا رو خودمون منفجر کنیم، بگیم این مجاهدین خلق منفجر کردم، اینا رو سرکوبشون کن، بذار ما بریم این فخریزاد رو خودمون بزنیم بکشیم، چون پرونده داره دیگران داره اینا فردا بیرون رو میکنن که این با دختره بود. الان میدونی که دیدین اینا که از همه اینا فیلم دارن که تو رخت خواب، مثل اونی که برای فلسفی زمان پادشاه درست کرده بودن، آقای شجونی حالت خوبه، الان از اینا برای همه اینا دارن.
حالا فرمانده دیگه که آوردن تو ترکیه داره میرقصه و میخونه پشتش هم خانم جوونش رو اینم پرستو و اینا اون دیگه الان میگه ما بازش شاشیدم ولش کن اول رفته، ولی بقیه همینا تو رخت خواب فیلمای ازشون گرفتن رو دارن که بیا و ببین از همشون این فیلم ها هست، این موارد هست از اینها، ولی الان این سیستم اینا نمیتونن سیستم رو حذفش کنن. تا حالا البته داره زمین سازی ها میشه، پاک سازی میشه که وقتی که مشتبه رو میخوان اعلام کنن به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که الان تقریبا 15 سال ایشون داره ایران رو میگردونه، یعنی 15 ساله هیچ کسی هم نمیدونه، هیچ کسی هم نمیفهمه، هر کی میگه میگه 15 ساله که مشتبه خامنه ای داره میگردونه. حالا اینجا شما داشته باشید که زلزله اول که شد بیان میپردازن به مشتبه، زلزله اولی که شد طائب حذف شد، حالا فرد داداش هم هست که چون اصلا داداش یک سی سایت های خدا نیشونه که اصلا این یهودی اسرائیلیه، اصلا گفتن این یهودیه. حالا کاظمی که میاد، محمد کاظمی میاد سر جای ایشون میشینه. محمد کاظمی رو حتی اینقدر دوستان خبرنگارا و نویسنده‌ها رادیو برنامه تلویزیون اینا نمیشناختنش که چندین عکسی که پخش کردن عکس او نبود، عکسش همینه که شما دارید میبینید، اینه باتای محمد کاظمی شد رئیس سازمان اطلاعات امنیت سپاه، ولی اینم حفاظت اطلاع، حفاضت یعنی جاسوسی و ضد جاسوسی سپاه رو ریاست چه سالها داشته مدی جاشی نگرفت. حالا از اون طرف جای این آقای کاظمی رو دادن به کی؟ به آقای مجید خادمی. مجید خادمی اومده الان ایشون هم شده رئیس سازمان حفاظت اطلاعات و سپاه. حفاظت اطلاعات سپاه رو میگن حفاظت بدون یعنی ضد جاسوسی، جاسوسی و ضد جاسوسی، ایشون رئیسش شده مجید خادمی. این جالب زلزله‌ای که سیاوش اوستا با 5-6 برنامه اخیرش آفرید و صحبت کردیم ما از این اتحاد، از این همبستگی، از این مذاکرات مجازی و توافقات مجازی شاهزاده با مسعود رجوی، اینها ترک کردن تا چقدر همه رو عوض کردن. فکر کردین به همینجا خاتمه یافت که آقای مجید خادمی رو گذاشتنش رئیس حفاظت اطلاعات سازمان جاسوسی. آقا مهمترین قضیه دیگه که همین زمان این هفته پیش آمد، فرمانده سپاه حفاظت خصوصی ولی فقیه رو عوض کردن. آقای حسن مشروعی فر اومد شد فرمانده حفاظت از ولی امر و اینا، خودش یک لشکری، یک سپاه اینا، چون وقتی جایی میخواد بره او چند هزار نفرن اینا، ما محافظ داشتیم اینجا 3 نفر اون زمان برای ما گذاشت بودن با ماشین زده گروله، حالا این چند سپاهیه، رئیس سپاه محافظین خامنه ای عوض شد. خب رئیسش که عوض میشه همه پایینایش هم بالایش هم همه شون عوض میشن، ما خواهید دید همه برن توی تعطیلات بازنشستگی و اینا سه نیروی جوانی رو که از قبل آموزش دادن میرن میذارن که اینها اتوماتیکوار میشن محافظین مشتبه خامنه‌ای. مشتبه خامنه‌ای مدت هاست که درس خارج هم میده در قم، در دفتر پدرش، دفتر رهبری در شهر قم ایشون درس خارج میده. درس خارج برای تو که بخوای بری اونا که راحت نمیدن، که هر طلبه‌ای که بخوای راحت نمیدن، نیرو داره میسازی اونجا، پای درسش میشینن، حرفاشو گوش میکنن، بعد کنترل دارن میشن اینا همه 40-50-100 نفر که اونجا هستن، اینها چشماشون، گوشاشون، حرفاشون، وقتی میرن بیرون تلفن ها جنبه توی سالها تحت کنترل بوده و هست، از توی اینا در میارن همه آدمایی که الان بهش دارن کم کم نزدیک میشن و خواهند شده، شما خواهید دید، چون خودش هم دیگه به طائب و قدیمی ها احتیاج نداره، همچنان که به قاسم سلیمانی هم دیگه احتیاج نداشت، همچنان که و خیلی خیلی دیگه ای که میاد باید تیم نو بیاره با خودش. البته این درسی که ایشون توی قم میداد درس خارج مورد مخالفت این مراجع تقلید و قم هم بود،
گفتن آقا چرا اومده جای باباشون درس میده و فلان درس خارج میده؟ چون دکون میدیدن دیگه، نه یکی اگه آیت الله برای ساخته شده اینا میترسیدن از این قضیه. الان پس از این که تقریبا چون خطرناکترین شخص تائب بود برای مجتبی، با اینکه سالها با ایش رفیق بود، از مشهد با ایش رفیق بود، چند سال تائب بزرگتر بود از مجتبی، ولی از مشهد اینا با هم رفیق بودن، همدیگر میشناختن، مثل که رئیسی اینا از مشهد اینا با هم سلام علیکی داشتن، همدیگر میشناختن، رفیق بودن. ولی تائب با اینکه خیلی خدمت کرده بود، ولی خدمت 20-30% به ولی فقیه کرده بود و نظام جمهوری اسلامی، 70% به استعمار نوین، یعنی کارای مهم، حذف آدمایی مثل قاسم و کسای دیگه و رفسنجانی و اینا واسه گرفتن آدمایی مثل رولا زم و فلان اینا که این در رقابت وزارت اطلاعات دولت هم کار میکردن. این دو تا جناح یادتون داره؟ دو تا جناح مغز که علی خامنه ایست، ولایت فقیه، الفرد علی خامنه میشه ولی فقیه رو حفاظت میکنه. برای همین دوتا جناح مأموریتشون حتی بعضی کارشون متضاد خواهد بود با هم، درست مثل سازمان های جاسوسی. جاسوسی ضد جاسوسی، یک تشکیلات امنیتی کار جاسوسی میکنه، ضد جاسوسی هم میکنه. حالا این دوتا بال کار اپوزیسیون هم انجام میده، کار موافقین هم انجام میده. ملاحظه میفرمایید؟ خب الان تنها جایی رو که مجتبی مونده بایستی صاف کنه برای خودش، مراجع تقلید هستن. با سیستانی در عراق مشکلی نداره، چون عراق داره کار خودش رو میکنه تو عراق. تو خود ایران یک سری اونایی که جوان هستن که، ولی پیرپاتالا که قبولش ندارن، درست مثل پیرپاتالایی که شاهزاده رضا پهلوی قبول ندارن، تا میبیننش به جایی که بگن قربان درود بر شما، وظیفه چیه، دستور چیه، چه کار باید بکنیم، هم تا میبیننش آقا اینجا اونجا همه نظر میدن. به حسن و تغییر غلام علی هم زنگ و تمام، آقا این رو به رضا پهلوی بگو، آقا به رضا پهلوی بگو این کار بکنه، آقا به رضا پهلوی. همین سیستمی که میبینید خصلت ایرانی پیر شده در مجتبی خامنه ای هم هست. هرگز علمای حوزه های علمیه قم و مشهد و شهر ری هم داره و هر جا داره ایران، باباشو اینا قبول نکردن به زور پول و فلان اینا رو، وقت مشتبه رو میان قبول کن. حالا کار بعدی که دیگه تائب نیست، این هاست باید دید تا چه توانایشو دارن، اینه که شما خواهید دید از این پس این آخوندای دایناسوره پیرپاتاله همینه که حوزه های علمیه اینا یکی یکی باید برن، یعنی صاف باید بشن که وقتی که این قدرت میگیره یک سرصدای همون موقع برای علی خامنه‌ای در اومد، همینان که اون موقع بودن پیرتر شدن، تازه خامنه‌ای نیست بچه شه که بعض وقتا رفته درست رو مجتبی خامنه‌ای باید ترتیب این حوزه های علمی قوم رو اینا رو هم بده. بعد از اون خواهد بود که هرچه سریع تار اینا رو بکنه به قدرت میرسه و اعلام میکنن. باباشم که من معتقدم و تو شما گفتم و بارها گفتم این کلونه، اینه که ببینید این سید علی خامنه‌ای اصلی نیست، این درست مثل همون هیبت اللهی که اصلا وجود نداره داره رهبری میکنه، درست مثل آقای بایدنه، بایدن الان داره آمریکا رو میگردونه، آقا هر کاری که میخواد بکنه مینویسن میدن همیشه دستش. حالا توی فیلمه اشتباه کرده یه چپه گرفته، فیلم بعد داره فیلم هم گرفتن، بعد تیکه تیکه کارش، بعد میگن آقا ما برای اوباما هم همی کردیم. آره، چون اوباما هم سیستم گورگ سایروس رئیس جمهورش کرده بود. سیستم گورگ سایروس فرق میکنه حزب دموکرات با حزب جمهوری خواه امریکا. حزب جمهوری خواه امریکا زیاد وابسته به گلوبالیسم نیست 100%، برای همینه که بوش موشنا رو گذاشتن کنار. ولی این شما این حتی که آقای بایدن دنیا رو داره میگردونه، رو نوت باید بخونه هر 2 دقیقه 1 دقیقه کاری که باید انجام بده، خیلی مهمه. خب سرکار خانم آذر شیوای عزیزم، این نازنین مهربان 82 ساله شد در این ماه جون و شاد باش پیش میگم. خانم آذر شیوا همیشه میگه ما فقط یه هنرمند داریم، یک حنجره طلایی داریم، دوم هم نداره و اونم استاد اکبر گلپایگانیست.
میدونید که جشن تولد بانو آذر شیواست نزدیکه و رفتیم تهران در خونه استاد آواز ایران، مرد حنجره طلایی، نام‌آور موسیقی ایران در جهان رو زدیم بعد از اینکه ایشون واکسن کرونا رو زدن و چقدر خبر خورسند کننده بود برای همه جا پخش شد. حالا استاد گلپا در خدمتشون هستیم و ببینیم که در رابطه با خانم آذر شیوا چی میگن. استاد گلپایگانی درود بر شما، حالتون چطوره قربان؟ خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که باور کن 300 تلفن بیشتره. به به خب قبلا هم تلفن میکردین نمیشده، برای اینکه این گوشی گلوی خانم، موبایل گلوی خانم خراب شده. آها حالا درست شده. آها حالا دیگه درست شد. خب بخواب بخواب اینقدر خوشحال شدم خواهر عزیز به من تلفن کرد و گفت مخوان سارا با یه جشن تولد بگیریم برای خانم آذر شیوا. چقدر خوشحال شدم، گفتم نگاه کن اینا همه دارن میدونن دنبال این که این ستاره ها رو حفظ کنن. اینا ببینید خانم آذر شیوا نباید با این تنهایی، حالا باید همه دنبالش میگشتن، درود مثل پروانه به دورش میگشتن، درود باشه. ولی خب این دیگه روزگاره، این روزگاره، درود باشه. ما هم آرزه سلامیت بکنیم، خدا کنه که سالم باشه این سلامت. خیلی زیبا، درود باشه، سلامت سیامت و خدا به شما عمر زیادی بده که بتونید زیری و غلا اینا رو بگیری. قربونتون، قربونتون برم. هم خوشحالم که واقعا این خانم شیوا خانم با شخصیتی بود که در کار سینمای ما بود و واقعا هنرمند بی‌نظیریه. حالا دیگه روزگار اینطوریه، این خانم تولدشونه. کاش من بودم و می اومدم و یه کادوی قشنگی براش میگرفتم که همیشه یادگار بمونه برای، چون واقعا یه هنرمند با کلاسیه. ما باید اینا رو قدرشون رو بدونیم. هیچ وقت خودشون نفروخ و هیچ وقت هم فیلم رو بعد من ندارم بازی کنم. همه کارهایی که میکرد کارهایی بود که در سطح بالا بود. امیدوارم که سالم باشه، خوشحال باشه، مریض نباشه. این چیزاییست که ما میتونیم بکنیم، چون مردم هیچ وقت فراموش نمی کنن این هنرمنده رو که این حالا رفته یه مسافرتی هم رفته، یه اجبار بوده که نباشه. ولی خیلی زن خوبیه و من خیلی دوستش دارم، خانم با کلاس، هنرمند خوب. انشالله که شما بتونین اونجا کمکش کنین، یادشو به گوش مردم برسونی که این هنرمندایی با شخصیت همه چیزشون رو گذاشتن واسه وطنشون، برای هنرشون. بله. و الان که یه ذره خب سن دیگه اینه، نمیشه جلوشی گرفت. سن یه خود اجازه نمیده که بتونن بیشتر با تماس داشته باشن. خب عده دیگه که جوانترن مثل شما کمک بکنن اینا رو به یاد مردم بندازن که بابا یه همچین هنرمندایی هم ما داشتن، یه همچین ورزشکارایی هم ما داشتیم، یه همچین نقاشایی ما داشتیم، مجسمه ساز داشتیم. انشالله من آرزوم اون چیزی که اینا دوست دارن بهش برسن در هر جا که هست. اون به نظر من هر کس یه جور فکر میکنه، به نظر من سلامت هست. عاشق‌ترین بودی برایم، حالا آخرینم بهر تو، رنج آفرینم بهر تو. کم خنده کن
بر گریه ها پایم. اول که من راحت شدم پابسته ی دامت شدم، عاشق ترین بودی برایم، حالا خرینم بر تو، رنجا فرینم بر تو، کم خنده کن بر گریه ها پایم. بندر به راه پویانت بر این دراهی، دوست آمد ساو بر ما نظر کن کاره این زین گمراهی، دوست آمد ساو دستم بگیر و رهایم کن به راهی، دوست آمد ساو یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. خرد برزمی و سرشت از آین مهری، چرا کم لطفی با خود زنی و با ما بی مهری، میگی منتصب به جد به تو فرمان آزادی، میگم آزادگی را به کنجد تو مخجان سازی، اگه میخوای بل کنه و بره بالا هرچی که کاشتی، ببین حالا کجای راهی ولش کن هرچی کاشتی. و ساول استاو تو همچه ما ره به دادار یک تایی، دوست آو و دست آو یالا بگو برات بخونم دایی، دوست آو و دست آو سرلاحیه یک تا پرستی پاکی. خواهرم سارا و برادرم آرش اینها دشت تولدی گرفتن. من میخوام اینجا از شهردار شهری که آذر در اونجا سپاسگزاری بکنم، بتون امروز میخوام اینو بگم، حالا نمیخواستم بگم، حالا الان بهتون میگم. ایشون چندین سال بود که خیلی سخت زندگی میکرد، خونهش و امکاناتش خیلی سخت، و حتی یک مدتی هم ایشون پنهان شده بود که حتی منم نبینمش که نخوام بهش کمکی بکنم. اینو بهتون بگم، رویش اینقدر بزرگ، تا اینکه من پیداش کردم و اینا، بعد دیدم شرایطش خیلی دشواره، خیلی هم ناراحت شدم از این قضیه و سوء استفاده ازش میشد و اینها، و خیلی ناراحت شدم که آذر شیوا در چنین جایگاه و شرایطی زندگی داره میکنه. من با شهردار شهرش صحبت کردم و اول از همه معرفیش کردم که این آذر شیوا کیست و چیست و شخصیتیست و هرکی باشه الان یه فرانسویست و الان تو بهشت زندگی میکنه آذر شیوا. اینا یعنی آسایشگاه بسیار مرفه و تمیز و زیبایی که پزشک همیشه داره، پرستار داره و همه خیلی خوب ازش پرستاری میکنن. به ویژه اینکه یه دختر خانمی هست که اصلا پیش از اینکه ایشون به اونجا مراجعه بکنه پرستار ایشون بود به نام مونا، این دخترم خیلی فداکارانه، یعنی بدون چشم داشته مالی عاشق مراکشی هست ولی فرانسوی، آذر بود، هنوز بهش سر میزنه ولی در همون بهشت گران داره زندگی میکنه. میبینید که روحیش نسبت به تصاویری که شما قبلا نشون دادم بهتون فرق کرده تو این به ویژه دو سال اخیر، دو سه سال اخیر. و من میخوام اینجا از دوست نازنینم که شهردار شهریست که سرکار خانم آذر شیوا اونجا تشریف دارن سپاسگزاری بگم که به درخواست من پاسخ داد. همون موقع وقتی من ازش خواستم برای من نامه ای نوشت و گفت از اینکه آذر رو به ما معرفی کردی ازت متشکرم، سپاسگزارم، و بعد کلیه تمام تیم که هست در هر شهرداری داره اینو که به افراد مسلم میرسن با من تماس گرفتن و تشکر، و خلاصه آذر الان داره در بهشت زندگی میکنه. توف بر این تاریخ، بر این زمانه که شخصیتی به این بزرگی، یعنی منم تو هیچی هم نمیپذیر وقتی من براش با کادو چیزی میبریم اینا، یا میخوارم یا برادرم، اصلا هیچ کادو هم نمیپذیره. یعنی شخصیت بزرگ و والایی داره، ولی خب این حقش بود که آسوده باشه پس از این همه خستگی ها. از زن صحبت کردیم، کسی که میتو بنیانگذارش همین آذر شیوا است. شما ببینید یک مرتیکه حرامزاده اومد
وکیل مجلس اومد گفت این دختر اینجا ما زیاد داریم عرب وارد کنیم که اینا بیان دختر ما رو بگینا. ببینین مردم چجوری ترتیبش دادن، خودش و ماشینش فرار کرد، اینو خودش اونجا ترتیبش میداد. یاد بگیرید جنگاوران ما، اونایی که رفتن ما را از دست عراق نجات دادن، الان اینا بنده خدا پیر زندانی مشکلات دارن همشون. من با خیلی از اینا در تماسم، حتی به احترامی بچه‌هاشون بینا میکنن فلان میگن پول زندگی پول نیست بچه‌ها. اون بابایی که برای تو رفته جنگ ایران رو نجات داد دست تازیان، تو تا ابد باید دست شماش کنی. حالا تو که فرزندشی، تو که فرزندش هم نیستی، همسایه‌شی کسی هستی، اینا بعد اینا رو ببرن زندان. ببین از زندان اومدن بیرون. قطار داره میرن، یادش بخیر اون موقع منطقه بود، الان داره از بازداشتگاه این آقایون میان. ای خدا چی بگم این آقای آهنگرام کجاست که شعر بخونه؟ ای لشکر صاحب زمان، این لشکر صاحب زمان هستش، داره از بازداشتگاه ترخیصشون کردن، بازداشتگاه ترجیش کردن، تری 101 ترجیش، پلیس امنیت. ببین نداره، اون بالا سری قضاوت میکنه. شما برای ناموستون رفتین، برای وطنتون رفتین. فداتون بشم. یا علی جنگی حق مسلم ماست. بله آفرین. کرامت جنگی حق مسلم ماست. واقعا شرمتون باد. شرم بعد عزیزان من. شما دیگه بدونید و آگاه باشید با این چیکای کوچیک که بهتون نشوندن، بایستی بدونید که ایرانی داره میره به راه آزادی و خوشبختانه همه این نیروهای چپ مپ مارکسیست پارکسیست مسلمونه پا 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 این هم دیگه تمومه، ما ازشون شد استفاده میکنیم برای آزادی ایران و و و غیره، ولی اینا تمومه، چون حتی اون بچه خودشون هم با اینها نیستن. فرصت ها هم نفهمیدم غنیمت بشه، ولی شما مردم قهرمانید، آزادی بخشید. این بچه‌ها، اون بچه‌هایی که رقص میکنن تو کلاس که سر جای خودش فراوونن، حالا اینها که میان توی شیراز محله مثل پاریس را میرن قدم میزنن. بعد بچه‌ها مردها کارتون میدونن جوان شما چیه؟ وقتی دختره کارا رو میکنن شما باید حصار برای اینا درست کنید، محافظت کنید، تا کسی اومد بزنیدش، تا کسی اومد خواست مزاحم اینا بشه شما بزنیدش. از این بعد یادتون نره کسی مزاحم ناموستون شد، توهین کرد، حرف زد. دیدم اون آخونده یه جایی رفته بود، حتما دیدین دیگه، بخش نمیگم آخونده به چه خوشگلم بود، رفته بود یه جای زر زیادی زده بود به یه خانمی، خانم گفت من میام تو عمامت رو میکنم توالت مردی که خرف فلم. ملت ایران ملت شجاعیست دیگه، تموم شد اون پذیرش ظلم و ستم. حالا یادتون نره همونطور که من از 40 سال پیش گفتم، دکتر کوروش و آریامنش عزیزم گفته بود، میگه ما اگر ایرانی هستیم میخوایم ایران آزاد بشه، این کاری که بهتون میگم باید بکنیم، اگه این کارا رو نکنید بدبختی، بیچاره ای، الدنگی، من خودم میگم اگه نکنید. نخواستی که تو ایرانی هستی باشی پارسی و ایرانی حرف بزنی، حالا میاد دنبالش گوش کن. دوم، نام های ایرانی باید رو بچه‌هامون بذاریم.
اگرم الان اسم مزخرفی داری زود عوضش کن. میگم آقای چه اسمی تو داری بدبختی؟ غلام فلان یعنی فلانت میکنن، عبدال فلان یعنی فلانی، تو عبید یعنی فلانی، یعنی اینا چه بابا دیگه. پدر ما این اسم، اون پدرت هم اشتباه کرد، اشتباه میکنه دیگه. و بابات هم اگه الان زنده بود اسم خودش عوض میکرد. این مزخرفات بذارید کنار که خب بابا ما ننه ما برای ما یک اسم انتخاب کرد. اسم پارسی حرف میزنید، اسم پارسی انتخاب میکنید. و بعد یادتون نره بچه ها، خیلی مهمه این قضیه، وقتی میگم پارسی حرف بزنید، یزدان گواهه، سلام علیکم یعنی دست بالا تسلیم بر شما، همه چیز مونم پایین مال شما. سلام سلام علیکم نداری. اونم دروغه که میگن شالوم عظیم یاد و سلام صلح هست، و صلح هستن خودش عربیه، صلح خودش عربیه. پس نگو سلام، بگو درود. این گروه بالگرد داره میگه. دوم از همه و سوم از همه بقیه واژه ها. آقا الله خدا نیست، در زبان عرب الله الهه که الف و لام حرف تعریف گرفته، یعنی بت قبیله قریش داخل کعبه که آتشگاه ایران بوده. بعد خدا در زبان عرب چی میشه؟ رب. میگیم رب العالمین، میشه خدا. خدا نیست الله، الله بوته. پس تو هم بگی الله اکبر، در وقتی میگه الله اکبر نمیگه تفسیری صفت، میگه این الله بزرگتره، این بوت، این بوت من از بوتهای دیگه بزرگتره. لات و عزا و منات و اینا هست، اونا خردوتره، این بزرگتره. پس این هم که از الله. حالا عزیزان من، شما تو نه سلام علیکم که تو درست بگونی، بعد بگذاریم که بعضی ها تا یک مقطعی لجبازی میکردن، اصلا درود که میخواستی بگی میگفت من درود بگم یعنی شدم چیز از سیاوش اوستا. ما که با مهر یزدان پاک فقط خدا رو داریم، با مردم همین هم بسمونه که. شما خودت اصلاح کن. سلام 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 سلام، هر کیم برات نوشت سلام تو بگو درود بر شما، سلام خط بزن. و واجه های دیگر رو، اسم ها رو، اینها شما بدونید که تا تو این کارا رو نکنی آزاد نمیشی. که اگه آزاد بشی ولی قفل زبان تو، فلان تو، کار تو، زندگی تو محرم باشه و سفر باشه و محرمزون باشه و نمیدونم چه باشه، که با سید، با سید اولاد پیغمبر، این مزخرفات یعنی چه؟ اینها همین طالبان هن، همین داعش هن، همین خمینی هن که 124,000 نفر کشتن، به دختره ما هم تجاوز کردن، همین ها تو زندان زمان لاجوردی، زمان خمینی، همین ها کشتن، تجاوز کردن، همین الان مثل صدر اسلام. بدبخت، تو تا آدم نشی که آزاد نمیشی، تا آدم نشی آزاد نمیشی، تا آگاه نشی آزاد نمیشی. پروانه میخوام که دستان گرم همه شما مهربانیان رو بفشارم. با سپاس از برادر مهربانم مهندس امیر شجره، دستان گرم امیر شجر میفشارم براش، ارزی تندرستی دارم، شاد تو. فیرته هیستوریک پور لا رادیو ایسی ای مانتنان سویت ا لا پروپوزیسیون دو داوید اباسی امانوئل ماکرون اور پلوز اوتیلیزه مو جهادیست می تروریست اسلامیست. ای کان وو دیت جهادیست و دمی لوالا از الاندیویدو سون اپت کم اوان تو سکی دپوی 2015 ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Askohan, ma paroi digaran, boksaoshti. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. En vacances,
en pause du travail, dans la file d'attente, dans le train ou dans l'avion. Achetez en un clic les livres de David Abbassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبانهای مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. ده ها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران. صدها مقاله با شخصیت‌های ایرانی و جهان، هزاران عکس در جایگاه‌ها و با شخصیت‌های جهانی، هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان‌های فارسی، فرانسوی و تازی. ده‌ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژ‌های تلویزیون‌های جهانی از تلاش‌های سیاوش اوستا، برنامه‌های اهدای نشان‌های افتخار از آکادمی‌های فرانسوی به سیاوش اوستا. از خونی سیاه بوشم از جام سفید آریم، هر جام دمه پوشم. از جام سفید آریم، هر جام دمه پوشم. هم ساری عوستاریم، هم آتشی زردوشم. هم ساری عوستاریم، هم آتشی زردوشم. ما آتشی زردوشتیم، ما کشته نمه کشتیم. ما آتش زردشتی ناکشته نمی کشتیم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود. ما هم کوی خاراییم، دیوار بخاراییم. ما هم کوی خاراییم، دیوار بخاراییم. اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده.
زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن بچوبه دار، ثواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ هزار ساله ما، قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی، دزدان ناموس شدن به حکم دین طلای دار، لعنت به دین رهبر و بنیان این استثمار. می نویسم از غروبم، از سقوط هفت هزار سال، پیش شهرگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال